سلام دوستان گلم، به شریشو خوش آمدید. از اینکه ما رو تماشا میکنید و برنامه ما رو لایک میکنید و سابسکرایب کردید بسیار ازتون ممنونیم. امروز منزل ساناز جون عزیز هستیم. سلام ساناز جون. سلام. خیلی ممنون که ما رو دعوت کردین. ممنون که اومدین. خب دوستان عزیز، ما درخواستی زیاد داشتیم که ساناز جون دوباره بیاد تو برنامه ما و یه آشپزی دیگه با ما بکنه. خب چه آشپزی امروز، چه چیزی رو میخوای برام درست کنی؟ اول از همه سلام میکنم به همه عزیزانی که این ویدیو رو نگاه میکنن. مرسی. امیدوارم که هر جای دنیا هستن سال خیلی خوبی رو شروع کرده باشن. امروز میخوایم که کوفته درست کنیم. به به، کوفته. پس جایی نرید، با ما باشید، برمیگردیم. دوستان یک چای داغ ما ریختیم برای خودمون. به به، چای داغ. بعدش هم که سانا جون میخواد بهمون یاد بده چجوری کوفته درست کنیم. خب اول به ما بگو که مواد لازم کوفته چی هست. خب بازم مثل همون دفعه قبل، این کوفته به روش درست کوفته‌ای که همه میشناسن هست، ولی خب من بیستان بر اساس وسایلی که تو ونکوور دسترسی دارم استفاده میکنم. مطمئنم کسای دیگه هر جوری که درست میکنن خیلی هم خوشمزه میشه، ولی این روشیه که من درست میکنم. بله. و خیلی هم خوشمزه. خب در واقع این یه چیزی که شما به سلیقه خودت و به مزاج خانوادگی خودتون درست میکنی. ممکنه هر کسی یک شیوه خاص خودشو داشته باشه. خب این کوفته تبریزیه بهش میگن؟ نه، این کوفته تبریزی نیست. کوفته تبریزی کامپلیت یه جور دیگه است، یه مدل دیگه. بله. نه این اکچولی اگه مثلا بخوایم شروع کنیم کوفته هایی که قبلا درست میشد، من تا جایی که یادمه مامانم خدا رحمت کنه، خدا رحمتش کنه، اصلا برای کوفته گوشت چرخ کرده استفاده نمیکردن. گوشت فرش میگرفت بابا، می آورد. یه سنگ مخصوص مرمر داشتیم سفید، بعد یه دونه گوشکوب چوبی داشتیم مخصوص همون، و اونو یک طریقه خاصی داشت برای کوبیدن که ساعت‌ها هم طول می‌کشید. یعنی انقدر گوشت انقدی رو ساعت‌های مامان من با یه زاویه مخصوص بعد می‌کوبیدن، و اون موقع دیگه لپه یا نخود هم نمی‌پخت مامانم، همینجوری با اونا می‌کوبید. وسط کوفته گوشت رو که کوچولو کوچولو می‌کوبید، اونم قاطی می‌کرد و من اونا رو یاد گرفتم، ولی دیگه من نمیتونم که. بله. اون کار خیلی هم عالی، ولی به روش همون از هر کسی یه چیزایی که یاد گرفتم میکسش این. خیلی هم عالی. حالا برو بریم اینم مواد لازم رو دونه دونه توضیح بدیم. خب. برای دوستان من اینجا 1 کیلو گوشت دارم. بله. که برای چند نفری که بخوایم هست، البته. خب. اگه زیادم بیاد زیاد درست کنین اگر نباشه، میتونین همینجا آمادهشو که درست کردین گرد کردین میتونین بذارین فریزر رو برای نوبت بعدی استفاده کنین. خیلی هم عالی. 1 کیلو گوشت، این یه پیمانه پر لپه پخته شده کاملا حل شده است، یعنی لهش میکنید این لپه. بله، لح کردم. بعد اینم نصف پیمانه برنج که یه کوچولو فقط جوشوندیم، نمیخواد زیاد بجوشونیم. آه، یعنی برنج کاملا نمیپزه. نه. ولی یه کمی میجوشونی که اون حالت سفتش چلو. آره چلوشو چلو. یعنی اون حالت سفتیشو از دست. بله. بده. بله. بعد یه دونه پیاز رنده شده داریم. بله. بعد اینجا تره نیست، تره تازه. من تره خشک شده ارومیه رو استفاده میکنم. بله. و برای اینکه زرم همون طعم تره قاطی کوفته بشه، پیازچه تازه استفاده میکنم. بله. با مرزه خشک بازم ارومیه و کلی پیاز داغ درست کردم با رب و ادویه‌جاتی که هر کس دوست داره. من مثل زردچوبه و فلفل توند و یک کوچولو هم پاپریکا. بله. و فلفل دلمه‌ای من به آبش میزنم. تنها چیزی که من فکر میکنم تفاوت داره بین کوفته‌های من و دیگران اینه که من به آبش پیاز و فلفل دلمه‌ای و گردو خیلی دوست دارم. این چیه؟ این مرزه خوشگل. بعد میدونستی چایو یا تره اینجا هم تو چاینیز استورا دارن. بله. تازش رو هم میتونی توی، یعنی اگه دوستان دوست داشته باشن خشکش رو استفاده کنن، تازش هم هست توی مغازه های چینی. و نمیدونم من یه بار خریدیم بوش خیلی تون تون بود. آره، نتونست استفاده کنم. بعد خب. اولش کاری که میکنم گوشت رو با لپه و پیاز
پیاز کاملا میکس میکنیم وقتی مثل که مثل هم رفت بقیه مواد رو یعنی ماساژ میدیمش. من انگشتم رو در میارم. بفرما منم اینجا کمک میکنم و هر کاری که بود به منم بگین. من نمکش رو زدم ولی فلفل و یه کوچولو بهش اضافه میکنم. این فلفل چه مقدار نمک زدی اینجا؟ نمک هر کس هر چه. من چون از اول مامانم به ما یاد داده نمک کم میزنیم غذای من زیاد نمکی نمیشه. این فلفل تند نیست که زدم. بعد فلفل سیاه میزنم. ادویه‌جات بستگی به سلیقه هر کسی داره که چقدر دوست داره بزنه. خب خیلی هم عالی. زردچوبه. من اینجا رو پاک کنم. خب نمک رو زدم ادویه هاشو. اینم که لپش با پیاز. اینا باید کاملا خوب ورز بدیم. حالا اگه کسی دوستش بشه لپه رو درسته یعنی پخته ولی درسته بندازه اون کارم میتونم کنم. شکلش خوب نمیشه. لپه کنم برای کاربردش اینه که چیز کنه نذاره باز بشه. بله متوجه. بله درسته بریزی فکر نکنم اون کاربرد داشته باشه. آها خب پس مامانت در واقع این غذا رو به شما یاد داده. این من بچه بودم مامان منم مثل همه مامانها واقعا غذاهاش بهشتی بود. دختر من به من میگه مامان غذاهای تو بهشتیه. آخی عزیزم مامان منم غذاهاش واقعا بهشتی بود و کوفته‌هاش مثل کوفته‌های الان من که معروفه بین دوستان معروف بود. خب اینا بعد همینجوری انقدر ورز بدیم که هم اینا به خورده هم بره. بله چقدرم عالی. حالا شیر جون مامانم که اونجور تو سنگ چیز میکرد من بچه بودم گفتم ماما بذار منم بیام یه کاری بکنم بیام یاد بگیرم. مامانم خیلی حوصله داشت برای کانوا بافتم میداد یاد میداد برامون. برای همین سنگم به هم اول یاد میداد که با چه زاویه باید بکوبی. منم کمکش میکردم. این چند تا دیگه بچه بودم دالم بچه فرداش باور کن تو سه روز من شونه درد میگرفتم چون که خیلی سخته کوبیدنش ولی صدامو در نمی آوردم چون که میتونست اگه بگم شونم درد گرفت مامانم دربار نمیذاشت. البته من توی تلویزیون یا مثلا دیدم جایی مختلف مثل توی ایران یا حتی توی چین و اینا گوشتای واقعی یعنی گوشت رو بر نمیدن چرخش کنن. برای کباب کوبیدم که میخوان درست کنن راسته گوشت رو قشنگ میزنن میندازن روی این سنگ یا روی این چوبا و با ساتور میکوبن که اون در واقع گوشت میگن خوشمزه تر. بعد وقت یکم چربی هم بهش اضافه میکنن مثلا برای کوبیده اینجوری واسه روی ساتور میکوبنن که اینجوری بهتر هم هست. کبابی داشت توی ارومیه یه کبابی کوچیک داشت. پس شما ذاتن ارومیه هست. بله. بعد وقتی که من بعدنا دیگه بازنشست شد من دانشجو بودم و تمام خواهر برادرام رفته بودن آخه بابای من فرصت داشت به ما برسه چون قبلا همش از صبح میرفت شب من نمیدیدم. آخه بعد دانشجو بودم همه ازدواج کردن و رفتن من از دانشگاه میمدم همین که میگین گوشت تازه رو ور میداشت برای من اینجوری کوچولو کوچولو و به فکر باور کنید بدون ادویه بدون نه خیلی خوشمزه کباب میکرد. وای چقدر خوشمزه میشد و چون لذتش به این بود که بابام داشت برای من درست میکرد. آخه عزیزم بعد دیگه الان کامل شده دیگه برسش. بله شده. بعد حالا دیگه برنجش اضافه میکنیم مرحله به مرحله دیگه اینا رو بهش اضافه میکنیم. آره. بعد پیاز چه یکمیش اضافه میکنم چه یکمیش رو میخوام به آبش بزنم. بعد وقت شما زرشک دیگه نمیریزی؟ زرشک یه کوچولو تون داره هست که توش میذارم. توش داره. اوکی. نه من زیاد نمیزم یه ذره از مرزن میزم توش یه ذرهش هم به آبش بزنم. بعد اینم که تره خشکمونه چی میکنیم دوباره دیگه این دفعه اینقدر هم زدن آنچنان نداره فقط هم که مخلوط بشه. آره. من متوجه شدم. الان دیگه مخلوط بشه زیاد نمیخواد دیگه ورز بدیم. اون قسمت اولش یک کوچولو زیاد ورز میخواد. الان مخلوط میشه چون نمیخواد برنج و اینا اینقدر له بشه یا سبزی ها. به اندازه ای که دیگه همه چیز تو هم مخلوط بشه دیگه. بله.
تقریبا کامله. نگاه کنی این دیگه تموم. تموم. حالا من برمیدارم گرد گرد میکنم. من با این سینی رو که میخواستی با. آره مرسی. من این کوچولو کوچولو میکنم چون تو مهمونی ها میبینی هرکس به اندازه مال خودشو بر میداره. آره. دیگه اینقدر گنده نمیکنم که نصف کنم. نصف کنم. آره. در واقع یه حالت میدبازه ولی بزرگتره. آره. اتفاقا برای یه همکار کاناداییمون تو بیمارستان بردم. همین یه روز که سر کار بودم. خیلی لهجه استرالیا شیرینی داره، هر جا منو الان میبینه میگه بعد یادش هم میمونه، هرچی بهش یاد دادم مثلا میگه به یه خانم ایرانی چی بگیم، میگم مثلا بگی، میگم مثلا میتونی بگی چشات قشنگ، هر دفعه منو میبینه میگه چشاتون قشنگه بعد یادم میگه این کوفته هایی درست میکنه، میتبال هایی درست میکنه که اصلا خیلی خوشمزه. بعد اون گردو چه زمانی داره بزنم؟ آها نشونم بده، میخوام نم مگر یکم فضولم. نه نه خیلی میخوام بفهمم. اتفاقا خوبه که علاقه داری. من همین علاقه ها باعث شد که بله. یاد بگیرم. بله. شهریار جون من اصلا تا دیپلم گرفتم رفتم دانشگاه من بلد نبودم آبم بجوشونم. جدا؟ من فقط تا همین کارهای مامانم دخالت میگردم، اونم از روی کنجکاوی که اینو بده به هم بزنم، وگرنه هیچی بلد نبودم. آخه. تا اینکه رفتم خوابگاه، یادش بخیر، خوابگاه خوی اولین بار دانشجو بودم، برای طرح رفته بودیم اونجا برای مامایی، رفتم اونجا خجالت هم میکشم، میگم من نامزد شدم و هیچی هم بلد نیستم. ببین اینو بذاریم داخلش، یه کوچولو هم از این پیازداغ و زرشت توشه با ادویه و روب میذاریم روش، بعد دوباره چیز بعد دوباره چیز میکنیم. اگه به اینجاش نمیچسبه یه کوچولو دیگه هم دوباره میتونیم اضافه کنیم. بعد انقدر بعد بزنیم که این کاملا دیگه اینجاها ترک ترک نداشته باشه. بله. بعد اینجوری هی بزنی ورده کتکش بزنی. بعد من توی خوابگاه آره کتک میزنی خوابگاه میرفتم دزدکی اونایی که برنج کته درست میکردن نگاه میکردن نمیم چقدر آب میذارن، چقدر مثلا میمونه این برنج فریز. آخه بعد من در شهرم غذا درست میکرد میرفتم با دقت نگم چون دیگه باید یاد میگرفتم. آره دیگه دیگه بعد یاد میگرفتی. آره دیگه نگاه میکردم تا بالاخره یاد گرفتم. خب خیلی هم خوب، خیلی هم ما خوشحالیم که میایم دستپخت خوشمزه شما رو امتحان میکنیم و یاد میگیریم که چی کار باید بکنیم. این تموم شد، بله اینم بذارم. واو چه کوفته های خوشگلی شد اینا. حالا به من بگو مرحله بعد چی کار میکنی؟ خب برای اینکه کوفته ها به خودشون رو بگیرن بعد یه چند ساعت یا اگه بتونن یک روز رو بذارن فریزر. البته میتونن اصلا نگه دارن برای هر وقت دیگه که از فریزر میخوان استفاده کنن در بیارن استفاده کنن. ولی یک ساعت دو ساعت بمونه تو فریزر بهتره، خودش رو میگیره. یخشو میزنن و روشون با مشمع میکشیم. من برای اینکه وقتمون گرفته نشه یه سری رو اینجوری ببینیم مشمع کشیدم. باز میکنم نگاه کنیم اینجوری اینا یخ زده، آب میذاریم میجوشه، پیازداغ و اینا که الان نشون میدم وقتی اونا رو ریختیم موادش رو ریختیم مایش رو اینا رو جوشید، آب کامل جوشید، اینا رو دونه دونه میریزیم توش تا بجوشه و بپزیم. پس اگه ولی یه روز بندازیم بذاریمش توی فریزر بعد این کامل گوش یخ نمیزنه؟ چرا این هم یه روز دیشب کردم؟ آره الان یه روز آره کامل آها. یخ میزنه ولی همونجوری میزنه، نمیخوادم وایسین یخش باز شه. میتونین بذارید همونجوری تو آب جوش ولم نمیشه دیگه این نه کار. نه من تا حالا هیچ وقت کوفته هام ول نشده. آها. همین روشی که استفاده کردم هیچ وقت هم باز نشده. بسیار عالی، برو بریم. خب الان کوفته هامون رو برمیداریم و برای پختن. خیلی خب. هم عالی. من گاز رو روشن میکنم روی زیادم چیز نباشه. خب نگاه کنی دیگه این روغن اینا نمیزنی توش این دیگه خودش الان داره. من زیاد میگم همه چیز من تقریبا یه ذره روغن و نمکاش کم میشه. این خود پیازداغ روغن داره. بله. همین پیازداغ رو میریزم. این پیازداغیه که دوستان توش با رب و زرشک و ادویه‌جات لازم درست شده. درست این پیاز شرم بله پیاز شرم میریزم. گفتم بهتون که فرق داره کوفته‌های من، فکر کنم همین قسمتش باشه. من گردو زیاد دوست دارم، تو چیز خیلی خوشمزه‌اش میکنه. شما هم اینطور کن. اینم فلفل دلمه میریزم آبشو واقعا من تا حالا ندیده بودم فلفل دلمه رو. آره من میریزم خیلی خوشمزه، خیلی خوشمزه میشه. اینم اینجوری مزه‌اش تموم شد.
خب حالا این داغ بشه یه کوچولو اینا تفت بدیم. به به، تا این تفت بخوره بله. زمانو ما چیز کنیم سیو کنیم. من آبو گذاشتم بجوشه که دیگه طول نکشه. این الان تا بعد چقدر آب می‌ریزی؟ اندازه تو پیمونه آب یا... اگر می‌خواید ترکا معمولاً آب کوفته رو جدا خرد می‌کنن توش نون می‌خورن مثل آبگوش. بله. اگه اونجوری ترکا میخواین... فقط نمی‌کنه، همه فکر می‌کنم کارو می‌کنه. ولی من ما توی خانواده‌مون خیلی من کم آب می‌ریزم چون انقدر آب گوشت و بانون نمی‌خوریم. آره. واسه همون این گردو اینا که می‌ریزم که کنار آبش غلیظ میشه، خیلی غلیظ اونو میریزین کنار کوفته و با اون میخوریم. نگاه کنید چه رنگی داره، خیلی رنگ خیلی خوشرنگ. همینجوری این بسیار هم عالی. به به، بوشم خیلی بوی خوبیه. آره بوی مرزه خیلی خوبه توی کوفته، عالی میشه. نگاه کنین دیگه ته. آره ببین چه بوش داره، خیلی بوی عالی دوستان، خیلی بوی خوشمزه. آره. بوی عالی و فلفل دلمه ای عالی میکنه. حتما امتحان کنید فلفل دلمه ای تو آبش بزنید، خوشمزه میشه. من حالا آبی که جوشیده رو میریزم. میگم من آب زیاد نمیزنم چون آب گوشت رو ما غلیظ دوست داریم. بعد فکر کنم کافیه. این میبینین دیگه وقت نمیخواد اینقدر دیگه بجوشن و داره اوردی میجوشه. این بجوشه کامل، دونه دونه کوفته ها رو بریزیم توش. خب این دیگه کاملا جوشید. ما دونه مرحله اینا رو میذاری توش. این کوفته هایی که گذاشتیم یخ زده خودشو گرفته کامل اضافه میکنیم. دیگه لازم هم نیست که کوفته ها باز بشه، همونجور یخ زده میندازی توش. نه آره نمیخواد. من هیچ آره. وقت میگم اصلا کوفته ها باز نمیشه. نه برای این هم جا باز کنیم. بسیار هم عالی. میذاریم این کاملا بجوشه، یه ربع بجوشه، درشو نمیذاریم چون اگه درش از اول بذاریم کوفته ها اون موقع است که امکان داره باز بشه. من میذارم همینجوری با شعله زیاد بجوشه، یه ربع بجوشه. وقتی جوشید کوفته ها رو برعکسشون میکنیم که اون ورش هم خودشو بگیره و درشو میذاریم. یک ساعت و نیم وقت میذاریم با شعله خیلی کم. خب ببینید این اون طرف کوفته هامون تقریبا یه ربع مونده جوشیده. میتونیم آروم نگاه کنیم، هیچ بازم نمیشه، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. اون ورشم برمیگردونیم نگاه کنیم که اون ورشم بمونه و یه 5 دقیقه بعد دیگه شعلهش رو کم میذاریم. یک ساعت و نیمه دیگه کوفته هامون حاضر. به به، اینم کوفته ساناجون عزیز. چه رنگ و روی داره این کوفته شما. اینم سفره بسیار زیبایی که چیدی، از سبزی خوردن گرفته ترشی و خیارشور و دوغ و به به چه شوه. تازه چای بعد از کوفتمون هم دم کرده ساناجون برامون. به به خیلی عالی. خب میخوای بکش ببینیم؟ آره عزیزم بکش ببینیم چیکار کردی با این کوفتت. میخواین از این ملاتش بگم؟ حتما حتما ملاتش. گردوها و اینا. بله حتما ملاتش هم برام بذار. مرسی. میبینی من اینجوریه. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی، خیلی هم زیبا. چه رنگ و روی هم داره این. به به، من عاشق این گردوهاشم. آره حتما هم باید خوشمزه باشه. به به به، ترای کنیم ببینیم چه مزه‌ایه، چقدم قیافه. به به بله، من قشنگ دهنم هم افتاد. شیر مزه کنیم. با سبزی خوردن به به، ولی واقعا خوشمزه شده. خیلی خودم فکر نمی‌کردم اینقدر خوشمزه شده باشه. من قشنگ استرس داشتم. نه خیلی خوشمزه. این من قشنگ تست گردو و حتی پیاز داغ و ادویجاتش و مرزه و لپه که کوبیده شده توش، اون رو قشنگ مزهش رو میفهمم و بسیار غذای لذیذیه. بله. حتما دوستان درست کنین این غذا رو. کار زیاد میبره ولی اگر که فوتوفنش هم که بله. شما کاملا یاد دادی قشنگ درست کنی، بسیار غذای لذیذیه و خوشمزه.
ما که خیلی داریم لذت میبریم، جای شما عزیزانم خالی. شما هم بحبه. ترای کنین، امتحان کنین، خیلی خوشمزه. تو حرف میزنی من یکم بخورم. میشه جونتون. به به. ببینم این یکی، این دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا. من تا اونجا که یادمه 6 تا درست کرده بودی. یکی دیگه‌اش کو؟ بعد حدس بزنیم. ببینیم واقعا افتاد. نخونه اونجا یه اتفاقی براش افتاد. پیدا نمی‌کنیم کجا. اگه به دور و برتون نگاه کنیم می‌بینین یکی کجا. فکر می‌کنم پیدا کردم. اونجاست اون یکی دیگه. نگاه کن. بله. خب بسیار عالی، خیلی غذای خوشمزه و لذیذ، واقعا دست گل درد نکنه. دوستان واقعا کوفته رو امتحان کنین، کوفته ای که به سبک ساناز جون درست شده بود و امیدواریم که شما ها از این برنامه ما هم لذت برده باشی. دوغتو بردار ساناز جون، تا برنامه بعدی با امید دیدار. چیرز. Thanks for watching, you guys. If you like this video and you want to see more, please subscribe the channel and leave a comment below. I love to read your comments.